سلام. فراموشی، تردید، تصمیم غلط و فرار از واقعیت، مسیری که باید مراقب باشیم طی نکنیم. بریم با شرکت کنندگان برتر مسابقه قبل آشنا بشیم. در بین افرادی که گرفتار اعتیاد به مواد مخدرن، خیلی ها هستن که فکر میکردن اعتیاد هرگز برای اونا اتفاق نمیفته. اونا گمان میکردن ارادهشون خیلی قوی تر از اونه که یه روز وابسته به مواد مخدر بشن. آدمای موفق، هنرمند و تاثیرگذار زیادی بودن که از مصرف کننده تفننی مخدرها تبدیل به مصرف کننده جدی شدن و بعد تا به خودشون اومدن، دیدن عملاً مرتادن. نمیشه گفت کسانی که روزی پزشکان مشهور، صنعتگران ماهر، موسیقیدانای حساس یا پدر مادرهای دوست داشتنی بودن با میل و اراده تسلیم اعتیاد شدن. اونا فقط توی مقطعی از زندگی نتونستن تشخیص بدن که شاید مواد مخدر از اراده و توان اونها قوی تر باشه. درسته که باید به خودمون متکی باشیم و خودمون رو باور کنیم، اما از اون مهمتر اینه که قبول کنیم هیچ وقت نباید ارادمون رو با مصرف مواد بسنجیم. اگه خیلی از خودمون مطمئنیم، پیشگیری از مصرف مواد محک بزرگتری برای ارزیابی اراده و همت ماست. تو بازی مافیا هم که بازی تشخیصه، خاص بازیکنای حرفه‌ای اینه که مافیا نباشن. ما ترجیح میدن به جای اینکه نقش سیاه رو در بازی داشته باشن، سفید باشن و به سفید نگه داشتن شهرشون کمک کنن. گاهی درگیر بدی‌ها نشدن خیلی راحت تر از رهایی از اوناست. برای اغلب ما بازی و رقابت با برد و باخت معنی پیدا میکنه. ما دوست داریم توی بازی شرکت کنیم که برنده بشیم و لذت ببریم. حتی اگه بازی دوستانه هم باشه، ته دلمون میخواییم که برنده بشیم. بازی مثل مافیا که بر اساس تشخیص شکل میگیره، برنده واقعی اونیه که از این بازی درسی برای زندگی واقعیش بگیره. اگه شما مافیا رو زمینی برای تمرین اتفاقات واقعی زندگی میدونید، برنده واقعی شمایید. به مافیا خوش آمدید. دروغگو خوبی؟ بستگی تو شرایط مختلف داره. نه، مسلماً نه. شاید باشم، ولی اگه باشم ترجیح میدم تو بازی فقط دروغ بگم. اگه بخوام میتونم باشم. ممکنه آره، ممکنه نه. تو جایی که همه دروغ میگن باید دروغ گفت. شاید بتونم باشم، ولی فکر نکنم. به خاطر تجربه‌ای که تو این بازی داریم و خیلی با این بازی کردیم، 70-80 درصدش میشه راحت تشخیص داد. 80-90 درصد میشه تشخیص داد، تا حدود زیادی. بعضی وقتا لازمه که روشون بیاری. بازم بستگی داره، اگه شرایطش بشه آره ممکنه روش بیارم. معمولا آره. نه، فقط رفتار خودم عوض میکنم. اصلا این بازی برای همین ساخته شده که بتونه به شما کمک بکنه که فرق دروغ و راست رو بخونید، تشخیص بدید. چون بازی تحلیل و منطق و استدلاله، خیلی میشه خوب تشخیص داد با این بازی، چون تونه بفهمه که کجا کی داره دروغ میگه، کجا کی داره راست میگه. و نسبت به اون موقعی که من هنوز بازی نکرده بودم و الان که مدت بازی کردم، خب خیلی این مهارت توی من تقویت شده. قطعا تمرین بسیار خوبیه و بازیه که میتونه خیلی کمک کنه به ذهن انسان. اگه درست بازیش انجام شه بله 100 درصد 100 درصد قطعا میتونه.
مشورت معمولا بله سعی میکنم از مشورت استفاده کنم. نه نیستم، مشورت زیاد نمیکنم. بله به شدت مشورت، بله اهل مشورت هستم، ولی خب خیلی کم پیش میاد این کار انجام بدم. با افراد خبره اون قضیه معمولا با خانواده، کسی که توی اون زمینه آگاهی داشته باشه مشورت میکنه. بیشتر با خانواده. کسایی که بیشتر منو میشناسن خیلی بیشتر بهم اعتماد میکنن تا کسایی که دفعات اول منو میبینن. سعی میکنم که این حس رو منتقل کنم. حس میکنم اونایی که تو دایره اولی دوستام هستن بله. توی بازی نه ولی توی دوستان چرا؟ مهمترین ویژگی ها خب یه روزه دو روزه اعتماد جلب نمیشه. به مرور باید این فرآیند طی بشه تا بتونی به یه نفر اعتماد کنی. عمل کردش نه اینکه صرفا عقایدش. واقعا راست صحبت بکنن، رو بازی کنن. از 40% اوقات فرادر تا 50% معلوم بازی مافیا پر میکنم. هفته 3-4 بار بازی مافیا رو ما داریم بازی میکنیم. خب الان هفته 1-2 بار. تا میگم هر روز. ممکنه هفته 2 بار، 3 بار. تقریبا 1/5. هفته 1-2 بار. شاید مثلا هفته 2 روز در هفته. بازی مافیا به نظرم اینکه خیلی مثبته. آدم یاد میگه که چجوری تو اجتماع بتونه صحبت کنه. بازی بسیار جذاب، سرگرم کننده و پرهیجانی است. چرا؟ چون که خیلی اجتماعیه، هوش اجتماعی فرد رو میبره بالا، هوش منطق ریاضی رو میبره بالا و میتونم از اون قسمت مغزم که دوست دارم استفاده کنم. بازی مافیا یعنی تشخیص دادن دروغ و از راستی. اقلیت آگاه، اکثریت ناآگاه. جابجایی خط فکری خودم با دیگران. بازی مافیا بازی سیاسته. نقش بازی توی زندگی روزمره باعث میشه که من صحبت کردنم بهتر شده. یاد گرفتم که چجوری بتونم با چیزایی که میخوام و چیزایی استدلال بیارم، چجوری دیگران رو بتونم قانع کنم واسه چیزایی که میخوام. مخصوصا منی که شغلم آزاده خیلی تاثیرگذار بوده. توی شناخت بهتر افرادی که باهاشون توی محل کارم، توی زندگی شخصیم سر و کار دارم. اولین باری که بازی کردیم سال 81-82 بود که تو کمپ المپیاد ریاضی آشنا شدم بنده. و چون من همیشه تنها بودم و توی یک جمع وارد شدم. اوایل خیلی با بازی آشنا نبودم، موقعی که توضیح دادن برام درک نکردم، اما چند دست که بازی کردیم بازی برام خیلی جذاب به نظر اومد. حس اولین بارم همین بودش که اولین بار من چون جمعیت زیادی بود، 30 نفر آدم بود من داشتم بازی می‌کردم، من حقیقتش نشسته بودم فقط سعی می‌کردم یاد بگیرم اصلا مدل صحبت کردن توی این جمعیت زیاد چجوریه. من چون بازی مافیا بازی گروهیه، قاعدتا آدم خب دوستای جدید پیدا میکنه. چون شما میری توی محیط جدید، هی دوباره یه نفر شما رو آشنا میکنه با یه حالا محوطه جدیدی که اونجا بازی کنی، خب خیلی زیاد موثره که بخوای دوستای جدید پیدا بکنی. همین که شما توی این بازی یاد میگیرین که وقتی یه شهروندی به ناحق میای بالا یا یه مافیایی، باید یه جوری بقیه رو قانع کنی که شما دارید راست میگی اون حرف داری. به نظر من خب خیلی این مؤثره توی استقلال‌های فردی و توی اینکه یه نفر بتونه قدرت صحبت پیدا کردن پیدا کنه. به عنوان مثلا من یه مافیایی بازیم، میام مثلا به شما یه سیگاری رو تعارف میکنم یا هر کاری که دیگه میخوام بکنم، شما باید متوجه میشی اصلا که این کار درسته یا غلطه. از دید بنده قطعا میتونه. اعتیادش میشه دروغ، زندگی که سالم زندگی کردنش میشه راست. به نظر من خیلی مؤثره. ببینید به نظرم یه تیغه دولبه است. خب به عنوان نوعی تفریح یا بازی حالا توی جاهای مختلف که انجام میشه، از بیکاری و اتفاقاتی که شما رو به سمتی میبره که به سمت مواد مخدر برید بازداری کنه ازش و طبیعتا میتونه تاثیر خوبی توی این موضوع داشته باشه. چندین روش برای بازی مافیا وجود داره که این نسخه ای که مشاهده می کنید مخصوص مسابقه تلویزیونی مافیاست. یک راوی داریم که بازی رو هدایت میکنه و 10 نفر شرکت کننده که هر کدوم در ابتدای کارت میکشن و نقششون در بازی مشخص میشه که رئیس مافیا، مافیا، شهروند، کارگاه و یا پزشک هستن. کار مافیاها اینه که شهروندها رو یکی یکی از بازی بیرون کنن و به اصطلاح تو شب مورد هدف قرار بدن.
کار بقیه اینه که سعی کنن با گفتگو بفهمن کی مافیا است. بعد از تقسیم کارت ها اعلام شب میشه و همه چشماشون رو میبندن. مافیا بیدار میشه و شخصی رو مورد هدف قرار میده. بعد دکتر بیدار میشه و شخصی رو نجات میده. سپس کارگاه بیدار میشه و استعلام شخصی رو که شک داره مافیا باشه رو میگیره. بعد روز میشه و راوی اتفاقهای شب گذشته رو تعریف میکنه. فردی که مورد هدف مافیا قرار گرفته اگه دکتر نجاتش نداده باشه از بازی خارج میشه و بقیه وارد گفتگو میشن. در ادامه با رأی گیری یک نفر رو که شک مافیایی به او دارن رو از شهر خارج میکنن. این روند ادامه پیدا میکنه تا تمام مافیاها شناسایی شن. در این صورت شهروند میبره و یا تعداد مافیا و شهروند برابر شن که در این صورت مافیا میبره. و نکته مهم این که اگر شرکت کنندگان در طول مسابقه از کلمات غیر فارسی استفاده کنند، امتیاز منفی کسب میکنند و این کسر امتیاز برای حضور در مرحله بعد تاثیرگذار خواهد بود. یک بار دیگه با بازی مافیا در خدمتتون هستیم. 10 تا شرکت کننده داریم طبق معمول و 10 تا کارت که در جیب منه. کارت ها تقسیم میشه بین شرکت کننده ها تا نقش ها بهشون تقسیم بشه تا بدونن که هر کدومشون چه نقشی دارن. من کارت ها رو تقسیم میکنم و ادامه بازی رو توضیح میدم. یک کارت انتخاب کنید. بله. بله. من نقش چیه؟ خوبه. خب ما بلافاصله شب رو اعلام میکنیم و در شب با مافیا آشنا میشیم، با دکتر و کارگاه بازی. بعد از شب روز که میشه نفری 10 ثانیه فرصت دارن که خودشون رو معرفی کنن. شب میشه دوستان، چشمندار رو بزنید لطفاً، سرا پایین. مافیا لطفاً چشماشون رو باز کنن. مافیا چشماشون رو ببندن. دکتر بازی چشمش رو باز کنه. دکتر بازی چشمشو ببنده. کارگاه بازی قبل از اینکه چشمشو باز کنه این توضیح رو بدم که در همین شب اول میتونه استعلام مافیا رو از من بگیره. کارگاه بازی چشمشو باز کنه. کارگاه بازی بخوابه. روز میشه دوستان. نفری 10 ثانیه فرصت دارید خودتون رو معرفی کنید. از شما شروع میکنیم. بفرمایید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. پدرام صادقی هستم، 30 سالمه. متشکرم. به نام خدا، امیر محمد صاحبی هستم، دانشجو. سلام به همه دوستان، ادوین انصاری هستم، نفر بعد. نفر بعد. محمد امین عابدزاده هستم از تهران. 23. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. پارسا توسلی هستم. بله. سلام، علیرضا احمدی هستم، تهران. 21. نفر بعد. به نام خدا، ایدن غفوری هستم، 25 سالمه. خوشحالم که تو جمعتون هستم. نفر بعد. به نام خدا، امیرکسرا کاهیش هستم، خوشحالم که توی جمعتون هستم. بعدی. سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. پوریا زاکر هستم. پوریا، بازی مافیا رو میتونی تعریف کنی توی یه جمله برای ما؟ بازی مافیا جنگ بین اقلیت آگاه که مافیاها هستن و اکثریت ناآگاه که شهروندا هستن. متشکرم. بفرم. به نام خدا، ساسان حسن‌پور هستم، 30 ساله. خوشحالم که در جمعتون هستم. ما هم خوشحالیم که همه شما اینجا تشریف دارین و امیدوارم که بازی خیلی پرهیجانی باشه. بلا فاصله نفری 30 ثانیه فرصت دارید که صحبت کنید. تو این 30 ثانیه هر کسی که تقاضای چالش کرد با این حرکت، هر کسی که داره صحبت میکنه اگه دوست داشته باشه میتونه بخشی از وقت یا همه وقتش رو انتخاب کنه و قرض بده به اون کسی که تقاضای چالش کرده. بازی اصلی از
همین الان شروع میشه. بفرم. خب طبیعتاً فکر نمی‌کنم روز اول بازی و به عنوان نفر اول بتونم کسی رو توی شکام قرار بدم. فقط میتونم از چهره‌ها شاید استرسی که توی بازی هست، نگرانی که کسی داره. فعلاً شما برای من مشکوکی آقای کسرا. فعلاً شما برای من مشکوکی و نظر دیگه‌ای هم ندارم. باز بیشتر باید برای شما فکر کرد. مرسی. منم با نظر شما موافقم. فقط میتونم توصیه بکنم تو ترن اول که تو نوبت اول دکتر وظیفش خیلی مهمه، سعی کنه خودش رو شو نکنه. کارآگاه خیلی مهمه، وضعیتش دقت بکنه به بازی و رو بازی اینور خیلی دقت میکنه. بعدی سلام، من درخواست دارم که همه صحبت کنن و شکاشون رو بگن. من شک روز اولیم آقا هستن، دلیلش هم اینه که وقتی کارتشون رو دیدم یکم حالت چهرهشون عوض شد، ولی این فقط شک روز اولیه تا ببینیم در ادامه چی میشه. اول اینکه دکتر و کارگاه اینا خودشون خیلی باید حفظ کنن که لو نرن. شما اگر مافیای بازی نباشی اینا هیچ موقع مطرح نمیکن. برای من تو صحبت‌های شما میشه مافیای بازی. به پوریا شک دارم، کارتشو که دید واقعا یه لبخند خیلی خوبی زد. شک من شمایی فعلا و شما. خیلی ممنون. خب من جفت شما از نظر من مافیای. مافیای بازی بلند شدن. شما صحبت تینه. من میگم آقا اصلا آقا اولام هیچ، شما هیچ حرفی واقعا نداری بزنی. میتونی اصلا حرف قبلیت هم نمیخواستی حتی تکرار بکنی. شما که قطع به یقین مافیایی قبلیت، حالا باز من روش شک دارم بازی شما ببینم. ولی شما رو من قطعا رأی میدم بری بیرون. شما مافیای بازی هیچ حرفی نداری بزنی. این جم نیستش که بار اولش باشه بازی کرده باشه. این جم نیستش که ندونه دکتر و کارگاه چه اهمیتی دارن که شما بخوای اینا رو گوشزد کنی. جمله آخر؟ جمله آخر اینکه شما مافیایی. خب ای محمد جان، دلیل نمینی که بگم، واقعا دلیل نمینم که بگم کارگاه و دکتر خودشونو لو ندن. یعنی اگه تو شهروندی اصلا نباید هم چه حرفی بزنی. این از این و پیروا حرف آقای ادوین به بازی شما بیشتر دقت میکنم. افرا بعد پارسا جان، تو روز اول و دور اول که هر کسی داره یه خط فکری رو میچینه، اینجور حرکت شما و هجوم بردنتون به دو نفر یه ذره غیر منطقیه. من نمیخوام حمایت کنم اون دو نفر رو، ولی یه ذره غیر منطقی شما به نظر من میرسی و به شما شک میکنم. به شما محمد هم این شک دارم، چون حالت چهرت، استرس داشتنت. جمله آخر؟ خیلی برای من مشکوکه. بعدی لطفا. خب یه سری صحبت تا اونجا شد که تکرارش فقط هجویاته، واقعیت گفتنی نداره راجبش. فقط شک روی من باشه خوبه، اشکال نداره. شک باعث میشه که بازی به چرخه. از همین شک هاست که میتونیم خط فکری ها رو در بیاریم. شک کنین، صحبت کنید، نیاز بازی شک چالش به شما. مرسی. میدونی مسئله چیه؟ شما بلند نمیشه حتی من بگی مافیا. با بلند شو بگو مافیایی. برو من بگو رای میدم بری بیرون. جمله آخر؟ جمله آخر اینکه شما هم مافیایی در کنار اون دوستان. ببین کسرا جان، زیاد کسی به شما شک نداشت که گفتی شک روی من باشه خوبه. حس نمی کنم زیاد شکی روی شما بود. این حجمه شما توی ترن اول، خب نوبت اول، نوبت اول به واقع مشکوکه. این حمله قوی به خاطر سر صحبت، یعنی کسی که صحبت نداشته بکنه. اوکی، اما من هم به شما رأی میدم، هم به شما رأی میدم، هم به شما. اگه بخوام استرسی در نظر بگیرم، شما استرس داشتی. خب ولی به شما به خاطر این جمله آخر، به خاطر این حمله عجیب. ببین بچه‌ها، دو نفر تارگت زدن به یه دوستمون، بلافاصله بازی شکسته شد، زن رفت سمت دیگه. آقای پارسا، از شکستن زن چرا ناراحت شدی شما؟ شما به شدت ناراحت شدی از شکستن زن. خب من این دوستم آقای ادوین و پارسا رو مافیایی بازی میدونم، چون هماهنگ با هم دیگه بازی میکنن. چند جمع برای شما آقای محمد علی. خیلی هم ممنونم. چالشتون درسته. این آقا خیلی واضحانه خیلی خودش رو لو داد به نظر من. متشکرم، وقتتون تمومه. رأی میگیریم دوستان. بایستین لطفا. شما فقط. بله، رأی میگیریم برای خروج پدرام. بشینید نفر بعد. یک دو سه. بشینید نفر بعد. بایستین لطفا. بشینید نفر بعد. یک، بشینید نفر بعد. یک دو سه چهار پنج شش. بشینید نفر بعد. بشینید بایستین. یک
2-3 مال شما حساب نمیشه. بشینید. نفر بعد. 1-2 بشینید. نفر بعد. 1-2 بشینید. نفر آخر. 1-2 بشینید. بسیار خوب. شما 30 ثانیه فرصت دارید که از خودتون دفاع کنید. خیلی جالبه. من یه یار مافیایی تو این بازی ندارم که از من کاور کنه، ولی تارگت من کاور داره. هدف شما حمایت. بله، هدف من حمایت داره. هدفی به این سمت میزنم حمایت داره، ولی خود من هیچ حمایتی ندارم. اون سمت ساسان بلند میشه، یه صحبت میکنه که از شکسته شدن تارگت حمله ای که شد ناراحت شدی، خوشت نمیاد. از کدوم حمله؟ از حمله به اون آقا. اون آقا اصلا من اهمیتی نداره. من از نظرم مافیا این آقا، این آقا بود که الان اتفاقا نظرم عوض شده. چرا نظرم عوض شده؟ چون از نظر من شما مافیایی که میای این موج آخر ایجاد می‌کنی، من 6 تایی تو این جمعیت میارم. جمله آخر این که واقعا عجیبه که من یک نفر یار تو این بازی نداشته باشم که بیاد نه پشت تارگت های من، نه پشت حمله های من، نه از من دفاع کنه. عجیب شهرنده. توضیح جالبی بود. بیسین لطفا. رای میگیریم برای خروج پارسا از بازی. کیا موافقن که پارسا از بازی حذف بشه؟ 1-2-3-4 پارسا خوب توضیح داده. تو بازی میمونه. بفرمایید بشینید. خیلی مهمه دوستان. ذهن حساسه. چشم حساسه. وقتی کسی رو داره میبینه که یک توضیحی داره میده، سیگنال هایی دریافت میکنه، فرکانس هایی دریافت میکنه. بعد پا میشه برای دفاعیه. بعد تعداد دستا کمتر میشه. معلومه که به هر حال سیگنال عوض شده و اون فرکانس هم عوض شده. یعنی تأثیرشو گذاشته. شب میشه دوستان. مافیا از خواب بیدار شن. مافیا باید یک نفر رو انتخاب کنن. مافیا بخوابن. دکتر بازی از خواب بیدار شد. دکتر بازی بخوابه. کارگاه بازی از خواب بیدار شد. کارگاه بازی بخوابه. روز میشه دوستان. دیشب مافیا به یک نفر حمله کردن و ما بعد از یک نفر خدافظی کنیم. خوب دفاع کردی از خودت، ولی باید ما از شما خدافظی میکنم. چون توی شب هم کشته شدید، دیگه وصیت هم نمیتونم بکنم. مافیا به نظرم پارسا شهروند، احتمال زیاد آیدین سمت راستین، احتمال یکی از مافیا هاست. کاراگاه فکر کنم سمت کاراگاه فکر کنم سمت چپین بود اگر اشتباه نکنم، اسمش رو هم نمیدونم، صحبتش میشه فهمید. کاراگاه اون طرف نفر دوم، من هنوز تازه چون تو بازی نشستم اسم رو هنوز نتونستم حفظ کنم، ولی نفر دوم فکر کنم مافیاه. اگر پا میشدم امروز سه تا مافیا رو اعلام میکردم. درست. خب از شما شروع میکنیم. 30 ثانیه فرصت داری صحبت. این تو رای گیری دیروز یه چیزی واسه من عجیب بود، اون رای آقای محمد امین بود. آقای محمد شما با آقای پارسا رای میدی، به تارگتاش هم رای میدی، به هدفاش، به زناش هم رای. برای شما مهم نیست کی بره بیرون، شما دوست داری یکی بیاد بالا تو رای گیری و بره بیرون. من زن اصلیم امروز شمایی، زن اصلیم شمایی با توجه به رای گیری های دیروز. جمله آخر. زن اصلیم شمایی. به چرخ نفر بعد. خیلی متشکرم. شما دست دوم بهش رأی ندادی، یعنی رأیت اومد پایین.
در نتیجه ایشون نمیخواد کسی رو بدون منطق بکنه بیرون. اما شما بودید تیر آخر رو بهشون زدی. قشنگ شما پاشید تیر آخر رو بهشون زدی. علاوه بر شما این دوست عزیز و شما خیلی واسه من تو زنید. یعنی اتهام به شدت روی شماست. دوست عزیز من شما رو میخوام حمایت کنم. خب گوش بده، این آقا تیر آخر رو زد، این و اون یار. بعدی. این که شک رو من هست، خب این خیلی خوبه چون باعث میشه که من شهروند بودنم بیشتر برای همه، برای شهروندا نمایان‌تر بشه. پارسا جان شما حرفات واقعا نتونست منو قانع کنه. علیرضا توی رأی گیری که سر من بود داشت به من رأی میداد، یک لحظه با شک و تردید دستشو آورد بالا. بهش شک میکنم الان به تنها کسایی که رأی میدم، یکی علیرضا، یکی پارسایی و یکی محمد امین. بعدی. آیدی جان شما سه تا شک خوردی و من انتظار دفاع خیلی قوی تر از این ازت داشتم. این یک. دو، چون چرا دیر رأی دادم؟ چون نفر قبل خودت که داشت حرف تو دفاع توی رأی گیری من بودم. من تا بشینم بخوام به شما رأی بدم دیر شد و انتظار دارم که اگه سر صحبت چرخید بیشتر از خود دفاع کنی. دلیل نیستش که من سه تا شک دارم همه رأی آوردم پس شهروندم. نه، مافیایی که لو رفتم میتونه اتفاق براش بیفته. چالش من شما. ببین دو تا مطلب. آیه پوریا بشین پاشو دادن کار مافیاست. رای اولو میده، رای دومو نمیده که مافیا. متشکرم وقتتون تمامه. نفر بعد. ببین ساسان قطع به یقین مافیا بازیه. حیف نشد از اینجا شروع بشه که شروع بکنم در موردش صحبت کردن. تو با دفاع من قانع نشدی. اوکی. سه تیپ آدم الان وجود داره توی رای دیروز من. مافیای باهوش که دستشو پایین نیاورد، مافیایی که درست بازی نمیکنه دستشو دیروز آورد واسه من پایین و شهروندی قانع شد. چون شهروند حرف منو بشنوه قانع میشه. این آقا اون شهروندی که من فکر میکنم قانع نشد. اشکال نداره، من با رأیت میام. هر چقدر دوستای من رأی بده. ساسان مافیای بازیه که فرداش بلند میشه منو ول کرده رفته رو این آقا. من شهروند تو شدم تا آخرین لحظه داشتی من رأی میدادی. نفر بعد. خب ببینید آقای ساسان اینجا مافیای بازی. هیچ. یه دونه مافیا ما پیدا کردیم. یه مافیای دیگه بعد پیدا کنیم. شما میگیری روی من بدون هیچ دلیل و منطقی، فقط میخوای برای من شک بگیری. هیچ کاری نداری، این کار مافیاه. سناریویی که ساختی اصلا به درد نمیخوره. من پشت حرف شما میام، با شما این دو نفرم شهروندای من هستن. شما رو شک دارم. من دوستم با پدرانجام خور بیشتر صحبت کنم، باهاش بازی کنم. من یه نکته‌ای که می‌خواستم اول بگم اینه که رو استرس تو این بازی نمیشه اتکا کرد، چون داریم رو برنامه تلویزیونی کار می‌کنیم و همه ممکنه استرس داشته باشن، ولی من خودم تو صدای این آقا استرس دیدم، تو صدای این آقا هم استرس دارم. حالا کاری ندارم. یه نکته دیگه می‌خواستم بگم اینه که آقا ساسان حرفشون رو عوض می‌کنن و اینکه یه حالت دروغ هم دارن وارد بازی می‌کنن. مثلا من و این آقا هیچ‌وقت توی تیم نبودیم. شما دست قرب گفتیم ما توی تیمیم، در حالی که من خودم به این آقا رأی دادم. اینو برای من روشنش کن لطفاً. روشن کن. از دیده منده ایشون مافیایی بازی بود که دو تارگت خورد، دو تا زن خورد، شما حمایتش کردید. متشکرم. نفر بعد. وقتتون تمومه، بفرمایید بشین. شما اگه استرس تو صدای من میدیدی میگفتی حتما. یک، شما برای من شهروندی ثابت شده ولی این بر داره تیم جمع میشه. من روی این آقا شکم خیلی زیادتره، چون دست قبل شما بینگو شدی ولی این آقا داره تیم جمع میکنه. الان ایشونو با هم جمع کرده. چالنج هم برای شماست. ولی علیرضا نمیدونم این چرا این حرفو زدی. منم احساس میکنم شما زیاد تند داری بازی میکنی، دقت نداری رو بازی. من اگه مافیای بازی باشم نیاز به جمع کردن تیم ندارم. تیم همون شب کارشو انجام میده. بس مثبت بازی هستم. پلیس ساده بازی هم. متشکرم. نفر بعد. وقتتون تموم شد. خب ببین نکته جالب اینه که امروز دیگه هیچ کی در مورد پارسا صحبت نمیکنه. برای من اصلا شرفندیش ثابت نشده. آفرین، کاملا درست گفت. مافیای باهوشی که دستشو میاره بالا تو رگیری دوم دستشو میاره پایین. آیه پوریا به نظر من مافیای بازیه. به نظر من آیه پوریا مافیای بازیه. شما میگی من به این دلیل دستم آوردم بالا برای شما که تو دفاعی رفتم، شما اصلا دفاعی نرفته بودی. اتفاقا ایشون که رفت تو دفاعی ده، من احساس میکنم شما سعی کردی یه نفر دیگر رو باش بیاری بالا که از بازی حذف بشه. جمله آخر. تمام. میریم برای رگیری. بیستین لطفا. یک دو. بشنید. نفر بعد. یک دو بشینید. نفر بعد. بشینید. نفر بعد. بیسین. یک دو سه. بفرم. بیسین. بشینید. بیسین. یک دو سه. بشینید. بیسین. یک. نفر بعد. یک دو. آخرین نفر. خب به نظر میرسه رعیا به حد نصاب نرسیده برای دفاعیه.
پس بلا فاصله میریم تو شب. شب میشه دوستان. مافیا از خوابی داشتن؟ مافیا بخوابن؟ دکتر بازی از خواب بیدار شه؟ دکتر بازی بخوابه؟ کارگاه بازی از خواب بیدار شه؟ کارگاه بازی هم بخوابه. روز میشه دوستان. مافیا میاد خیلی سریع عمل میکنه و میره تو شب. کارش هم بلده. ما بعد از یک نفر خدافظی کنم. میخندی؟ ما باید از شما خدافظی کنم. متشکرم. چون شبم کشته شدین به اصطلاح حرفی ندارید که بزنید، نمیتونید صحبت کنید. تشریف ببرین اتاق بغلی، بقیه بازی رو از اونجا نگاه کنید. نمیدونم چجوری متوجه شده اینا من کارگاه هم که منو زدن و همین. نفری 30 ثانیه فرصت دارین که راجع به اتفاقی که دیشب افتاده و اتفاقات دیگه و تصمیم‌هایی که قبلا گرفتین صحبت کنین. از شما شروع میشه، بفهم. خب اتفاق جالبی که داره میفته، من دو نفر رو توی شکام قرار میدم، هر دوشون اون شب میمیرن و یه نفری هم پشت دست من بازی میکنه. اتفاقا حالا الان من میخوام رأی بدم به ساسان، به نظر من مافیا بازیه. الان 8 نفریم توی بازی، 8 نفریم توی بازی و 3 تا مافیا توی بازی. اگر امشب امروز اشتباه کنیم بازی رو باختیم. خیلی ساده. حالا اگر دکتر بتونه شب نجات بده، نتونه شب نجات بده، من ساسان میخوام رأی بدم و ایشون. نفر بعد. خب همون داشتم من میگفتم، کسی که داره پشت دست شما بازی میکنه منم. یه چیزیه که اعتقاد دارم به شات روبرویه، یعنی تیری که روبرو زده میشه خودم هم میرم تو زنش، یعنی ساید این و طرف این و تیم این بر میره تو طرف تیر روبرو. من هنوز به این آقا شک دارم و نمیدونم شما اگر زنی رو من داشتید، صدایی از من دیدید که میلرزید، چرا اصلا درباره صحبتی نکردید؟ این آقا داره تیم کشی میکنه، با شما دارید اشتباه بازی میکنید. به نظر من مال شما، صحبت کنید. آقا نذارید این اتفاق. نه نه وقت دارم. 6 ثانیه. من فقط 3 تا مافیا رو میگم. احتمالاً هم شاتشم بره. این آقا مافیاست، اون آقا مافیاست، این آقا هم مافیاست. نفر بعد. 3 تا مافیان. نفر بعد بشینید لطفاً، نوبت شماست. آقا نذارید این اتفاق بیفته. 2 روز مافیا رأی رو پخش میکنه، نمیذاره رأی گیری شه. این آقا بعد از بازی بره بیرون، این آقا هم همینطور. ایشون داره سناریو چینی میکنه. آقا پوریا به من رأی ریخته تو شب کشتتش که الان بهش برسه بگه آره مثلا ادوین زده کشتتش. نظر این با تجربه است، بندازیم بیرون این دست. بفهم پوریا زن نستش بنده بودم. من اگه مافیا بازی بودم شاتش نمیکردم، نمیکشتمش که الان شما اینجا. نفر بعد. خب ببینید آساسان، شما مافیای بازی، من میتونم بگم بازی کلانترم نداره. خب میتونم آگاهیتو دارم. خب میگی من مافیای بازی ام، بازی کارگاه نداره، بازی رفته بیرون. شما باید بری بیرون. شما به هر کی تارگت زده اون شب رفته بیرون. هدف. از اینجا زن مافیا بوده رفته بیرون. شما اگر مثبت بازی هستی، پلیس بازی با من بیا، رأی 100 بعد بگیریم برای این آقا بازی برم بیرون. مرسی آقا. ببینید من فقط سری دلیل میام برای این 3 نفر که مافیان. ساسان که هیچی، بغلیش رأی. آقا اصلا میدونید بعد اون ساسان رو بیرون میکنیم، ترتیب بغلیش معلوم میشد الان. نه که کشته بشه بفهمیم شهرونده دیگه. کی ساسان مافیاست؟ این آقا ترن 1 بلند شدی، یه دلیل آوردن واسه مافیا بودن. ترن 2 بلند شدی، نوبت دوم بلند شدی، یه دلیل آوردن واسه مافیا. شما اینجا یارت به من تارگت میزنه، میبینی رفته تو زن مافیا، رفته تو زن مافیایی، نوبت خودت میشه دیگه به من نمیزنی، به بغلی میزنی. مافیایی دیگه. اون آقا مافیاست، شما مافیا، این آقا هم مافیا. نفر بعد. آقا به من میگید از اینجا تا اینجا 3 تا من تارگت خورده، میگید من 3 تا به من حمله خورده، میگید مافیام. یه دلیل منطقی واسه من پیدا نمیکنید. چرا؟
این یک. دو، شک دوم پویا چی بود؟ ایشون چرا ایشونو ندیده گرفتی دلم؟ حواستون به ایشون نیست اصلا. نفر اول چند جا میگم علیرضا جان، حرفات یه مقدار غیر منطقیه. امین جان مرسی از اینکه کمک کردی توی بازی پدان جان، شما خیلی کمک کردی. الان توی وضعیت خیلی بحرانی هستیم، سه تا مافیا اینجوری که معلومه توی بازیه و دو تا شهرمن رفته بیرون. الان باید تصمیم بگیریم که یک کدوم از اون هدفهایی که شما اسم بردی و شما هم اسم بردی فصل مشترکش میشه ساسان، بره بیرون. جمله آخر برام ببینید، شما اگه به مافیا میگن میخوان که حرفا زد و نقیزه، اصلا هیچ حرف دست قبلت با این دستت نمیخوره. متشکرم. نفر بعد ببین بچه‌ها، از سر صحبت تا حالا زن زدید یه نفر بنده رو حمایت نکرده. بنده شهر این بازیام، بنو بنداز بیرون، یه شات یه کشته و تموم. سه به سه میشید، بازی رو میبازید. دارم صادقانه بهتون میگم که بازی رو میبازید. آی پدرام بازی رو میبازید. من به شما اعتماد کردم، پشت دستتون رأی دارم، درست. ولی پا نمیشم به عنوان مافیا کسی که حمله کرده به منو بزنم و اینجوری مافیا به روی من اینجوری حمله کنه. متشکرم. رأی میگیریم. رأی از شما شروع میکنیم. بیسین رأی برای خروج ایشون از بازی 1 2 3 4 5 تا. بشنید نفر بعد لطفا. بشنید نفر بعد. 1 2 3 با تأخیر اومد بالا، همون ستا محسوب میشه. بیسیم استاد رای بشنید نفر بعد. 1 رای نفر بعد. 1 رای نفر بعد. 1 2 3 4 5 6 رای نفر بعد. بسیار خوب. بیسیم لطفا آقای امیر محمد از خودتون دفاع کن. خب کسی که باعث شد تو بازی بمونی شما من بودم. چرا؟ چون بهت رأی ندادم، موندی تو بازی. دست اول هیچی من نگفتم، فقط پشت سر این آقا صحبت کردم، گفتم که دقت بکنید. ایشون بلند شد گرمش کرد، گفتش که چرا باید اینجا گرم بکنید. وظیفه شهروندی رو گفتم، مثل همون الان وظیفه دکتر که اگه وظیفه‌شو درست انجام میداد دو تا شهروند نمیرفت بیرون. من به شما رأی ندادم، شما دارید اشتباه دارید تو تیم این دو نفر بازی می‌کنید. خیلی برای من عجیب‌تر اینه که این سه نفر دارن با هم بازی می‌کنن. خیلی برای من عجیب‌تره. جمله آخر اینه که به نظر من این آقا شهرونده، این آقا داره تیم برای خودش جمع می‌کنه که فقط گفته آقا من مافیا این مافیا باشم تیم جمع نمی‌کنه. متشکرم. وقتتون تمومه. دقت بکنید به بازی. 5 نفر از خودتون دفاع کنید. آقا سوسان همه به من رأی دادن به جز این دو نفر، یعنی این دو نفر. بنده با مافیای بازی هم که این دو نفر یارم. شما که نقشتون رو میدونید، شما یار بنده هستید یا نه؟ یعنی قطعا یک نفر داره لیدری شهر رو میکنه که خودش مافیاست. پارسا داری اشتباه میکنی، داری به شدت اشتباه بازی میکنی، به شدت اشتباه. من رأی دادم اومدی بالا، شنیدم 4 تا رأی آوردی روز اول، 4 تا رأی آوردی. خب روز دوم نظرم در مورد به خاطر رأی ایشون نظرم عوض شد. گفتم ایشون مافیاست که داره لیدری میکنه شهر. منده شهر این بازی هم دارم بیرون باخته. بیستین لطفا. 1 2 3 به موقع آوردن دستشونو بالا، با تأخیر آوردن. 3 رأی برای خروج ایشون. بشنید بیستید برای خروج ساسان. 1 2 3 4 5 آخرین صحبتتون رو بکنید و ما از شما خدافظی میکنیم. من شهر بازی بودم، باختید بازی رو، قطع به یقین باختید بازی رو. یعنی فردا دکتر کارش امشب درست انجام نده باختید. اگه درست انجام داد دکتر حتما محمد امین رو بفرست بیرون. محمد امین مافیاییه که داره شهر رو لید میکنه، داره رهبری شهری رو انجام میده که خودش مافیاست. متشکرم. خیلی ممنون. تشریف ببرید اتاق مجاور. بقیه بازی رو از اونجا ببینید. دو روز تلاش کردیم که ایشکی نره بیرون که شب کارامون رو بتونه انجام بدیم. فکر کنم کارگاه بازی که پروگرام رو زدیم درست تشخیص دادیم و فکر کنم محمد امین هم دکتر بازی که امشب کارش ساخته است. شب میشه دوستان. مافیا از خواب بیدار شن. مافیا بخوابن. دکتر بازی بیدار شه.
دکتر بازی بخوابه، کارگاه بازی از خواب بیدار شه، کارگاه بازی بخوابه، روز میشه دوستان. ما باید از یک نفر خداحافظی کنیم. ما از شما خداحافظی میکنیم. اساسانه درسته. مافیا دوست تشخیص دادم زدم. روند همیشه یه بازی مافیا. من اعلام وضعیت میکنم. دیروز توی رای گیری چیز میخواستی بگی؟ نه بستم. شما کلن دستت بالاست، بعضی وقتا هم سرت بالاست، مخصوصا توی شب. ما حواسمون هست به همه چی، شما و یک نفر دیگه. اعلام وضعیت میکنم و اینکه دیروز توی رای گیری دوستان ما از یکی از مافیاها خداحافظی کردیم. من شهر بازی دارم، باختید بازی، قطعه به یقین باختید بازی. از شما شروع میکنیم، بفرمید. من فکر کنم دیگه باید با شما خداحافظی کنیم. یه فکر میکنم باید با شما خداحافظی کنیم و بین اون دو نفر تصمیم میگیریم که کدومشون مافیاست. صحبت دیگه هم ندارم. خب بفرم. از من خداحافظی کنید. چرا از من خداحافظی بکنید؟ چون من از کسی که کاور کردم و شهروند خطابش کردم و تنها کسی بود که دستش آورد برای پایین برای من، حتی روبت اولم دستش آورد پایین، بازم من دست ندادم تو بازی بمونه و تیم کشی این آقا معلومه، کاملا مشخصه. چرا باید سرشو بیاره بالا؟ آقا تجمیع میخوام برای آقا، دور قبلم گفتم، ساسانم گفتم، انداختیم بیرون با شهر بازی کنیم. این دسته بازی آقا میفته بیرون که وضعیت استرار خارج شه، بعد حالا تصمیم بگیریم چیکار کنیم. خب شما قشنگ دو نوبت سه نوبت داری همون حرفا رو دوباره تکرار میکنی، هیچ چیز جدید نداری. من چالش به شما میدم، این آقا که بعد امروز بره بیرون، روز بعد این آقا بره بیرون، بازی تمومه. یا این آقا که امشب بعد بره، روز بعد این آقا بعد بره، یا بره دفاعی صحبت کنه قانع کنه، یا صد بعد بره بازی بیرون. بفهم ببینید چرا نظر من رو شما دو نفره. شما با من که صحبت میکنی میدونی من شهروندم، این منو اذیت میکنه. از کجا میدونی 5 نفر تو بازی 6 نفر تو بازی هم. تو از کجا میدونی من شهروندم؟ متشکرم. و اینکه شما اصلا از اول بازی چیکار کردی؟ متشکرم، وقتتون تمومه. بفرمایید محمد جان تا دست بیشم بدرن، ولی دست مجبورم بترای بدم چون دفاع دوان کانه نبود. آقا الان 4-2. خب شهروندم، مطمئنم از خودم که مطمئنم که دیگه مطمئنم. بله و امیر محمد ایشون هم مافیاست، اشتباه نکنید. لحظه حساس بازی، خواهش میکنم احساسی تصمیم نگیرید. دوستان شهرونده بازی، امیر محمد رو که دیگه راجعش صحبت نمی کنیم چون مشخصه. دو نفر هستن که خیلی تو سایه دارن میان و پشت حرف دیگران دارن قایم میشن، یکی ادوینه یکی علیرضا، که من واقعا به این دو نفر شک دارم. اگر صحبت های قانع کننده داشته باشن که رأیم میاد پایین، اگر صحبت های قانع کننده نداشته باشن قطعا به جفتشون رأی میدم و این دستم به امیر محمد رأی میدم. شما اگر این آقا رفت و رأی گیری قول میدی شب من یا این آقا رو نزنی؟ وقتتون تمومه، بفرمایید بشینید. رأی میگیریم دوستان، بیستین لطفا. آقای پدرام رأی برای خروج پدرام، بشینید نفر بعد. 1, 2, 3, 4, 5 بشینید نفر بعد. ادوین بشین نفر بعد، نفر بعد بشین، نفر بعد. بسیار خوب، متشکرم. امین محمد ببینم چه دفاعی از خودت میکنی. خب مرسی از اجماع کلیتون. ایشون که میگه صحبتی راجع به من نداره، شما هم که میگید امیر تو دارید دفاع بیهوده میکنی. بابا خیلی واضحه، اول برای خودش تیم میکشه، پشتار بازی میکنه، شما میگید من مطمئنم. اصلا شما شنوید، من اصلا همچه حرفی نزدم. شما فقط دست اول گفتید کسی نزدید، من گفتم با حرفای شما موافقم. این آقا و این حتی که نفر بغلیش که شهروند بود خودش بهش رأی داد، دید نمیره بیرون، نگه داشت که تو بازی بمونه. کاملا بازی واضحه که داره یارشو میکشه، خیلی واضحه. علیرضا دقت بکن به نحوه بازی، واقعا خیلی واضحه بازی. این آقا فقط از اول داره یار جمع میکنه. متشکرم، وقتتون تمومه. بیستین لطفا دوباره.
رأی برای خروج امیر محمد، جمله آخر تو بکنیم. جمله آخر اینه که روی بازی این آقا دقت بکنید. این آقا بعد از من شما رو مافیا خوند، به شما هم 100% زن خواهند زد. دقت بکنید به بازی ها. متشکرم، تشریف ببرین. ما یه یار داشتیم، یارمون خیلی اذیتمون کرد. یارمون واقعا من بازی میدیدید، یارمون خیلی داره اذیت میکنه، ولی اب نداره، بازی خیلی خوبی بود، بازی خیلی خوب بود. بچه ها دوتاشون پشت دست بقیه دارن بازی میکنن و خودشون واقعا استدلالی ندارن و یار ما واقعا اذیت کرد ما رو، چون به جای اینکه با ما بازی کنه بیشتر رو بقیه بازی کرد. شب میشه دوستان، خواب سرا پایین لطفاً، سرا پایین لطفاً. مافیا از خواب بیدارشن. مافیا بخوابن. دکتر بازی از خواب بیدارشه. دکتر بازی بخوابه. کارگاه بازی از خواب بیدارشه. کارگاه بازی هم بخوابه. روز میشه دوستان. ما از یک نفر دیگه خدافظی میکنیم. چرا دوست داریم برین؟ ببین این دستا چیزه ها، این دستا معنی داره، مفهوم داره. کسی که باهوشه ممکنه به هر حال اینا جزء همون ریزکاریایی که داره نشون میده به اطرافیانش که من ممکنه شهروند باشم و از بازی حذف بشم. جالبه به این هم توجه میکنن شرکت کننده های ما. ما باید از شما خدافظی کنیم. متشکرم. برید پیش بچه. تموم شد. چیه خوردیم؟ هر لحظه ممکنه به هر حال اتفاقات غیر مترقبی بیفته. اینو از این بابت دارم میگم که درست تصمیم بگیرید، درست تحلیل کنید و درست رأی بدید. از شما شروع میکنیم این دفعه. بفرمایید. محمد امین آخر حرفش یه جمله ای رو گفت که گفتش که اگه شب بشه من یا چیزو قول میدی نزنی پدرامو، که این باعث شد که منو شهروند و مافیا کنه و مافیام از این جمله سوء استفاده کرد و اتفاقا خود محمد امین رو زد. من به ادوین خیلی شک دارم و بهش رأی میدم. بعدی. آیدین جان داری دست و پا میزنی. باید بره بیرون. اگه دقت کنی ما هممون قبول داریم که محمد امین شهروند بود دیگه. رأی آخرشی که دیدید. تمام شد و رفت. تمام. نفر بعد. آقا من خواهش میکنم آقا بیفته بیرون، بازی تموم شه، چون اصلا مشخصه این آقا نقشش معلوم بود، به من گفتش که ایشونه. شما هم که اصلا الان من دوتا مافیا انداختم بیرون دیگه، ساسان دوتا یارامو که نمیندازم بیرون. به من اعتماد کنید، شما به من اعتماد کنید. آقا بره بیرون. این آقایی که رفت بیرون داشت دفاع میکرد، اصلا به خود علیرضا داشت میگفت علیرضا فکر کن، به یارش که نمیگه فکر کن. اون یکی مافیاست دیگه. تموم شد. خب من میخوام یه ذره با توضیح بیشتر بگم که چرا مافیایی از نظر من. ببین شما از روز اول، شما روز گذشته میای بین دو نفر میگی من شک دارم. چرا؟ چون میدونی یارت داره میره بیرون، داری برای روز بعدت فکر میکنی. خب که شک رو این دو نفر باشه. این یک. من بین شما دو تا شک داشتم، این ثابت کرد که شما مافیایی. ایشون لحنش برای من واقعا خیلی صادقانه است. اگر مافیا بازی باشه ترجمه میدم بهش ببازم، خیلی قشنگ داره بازی میکنه. دو تا یارش هم انداخته. جمله آخر من رایم شما. تنها توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که با دقت دوستان تصمیم بگیرین، با دقت تصمیم بگیرین. خیلی ها بودن، برای خودتون هم این مسئله به وجود اومده، راجع به یک مسئله‌ای اطمینان خاطر دارید، اصلا مولای درزش نمیره، ولی یهو غافلگیر میشه. مراقب باشین، درست تصمیم بگیرید و درست رأی بدید. بیسین لطفا. رای برای خروج ایشون از بازی. بشینید. رای برای خروج ادوین از بازی. یک رای. بشینید. رای برای خروج ایشون از بازی. یک رای.
بیسین رای برای خروج ایشون از بازی سه رای. بیسین به جمله آخرتون رو بگیم. دوستان اتفاقی که داره میفته، یک نفر داره پشت شهروند قایم میشه. بیشتر فکر کنید، اگه 1% فرض رو بر این بذارین که من مافیای بازی نیستم، بگردین دنبال اون یک نفر دیگه. بسیار خوب، رای میگیریم دوستان. بیسین لطفا سه رای. حرفی داری بزنی؟ نه، هرچی گفتنی بود گفتم. متشکرم، میتونید برید اتاق مجاور پیش دوستان. گفتم یه مقداری با دقت بیشتری تحلیل کنید، تصمیم بگیرید. شب میشه دوستان. روز میشه دوستان. شهروند ها بازی رو بردن. یه لحظه چی احساس کردین گفتم شب میشه؟ من فهمیدم. چی؟ من فهمیدم که متوجه شدیم که فهمیدین؟ مطمئن خودمون هم این کار رو میکنیم. آره خودتون هم. دوستان بیان، دوستان بیان. داشت چیز میکرد بازیم. من یه جوری شک تصمیم. گفتم دارید چی کار میکنیم؟ گفت میخوام فراموش کنم. گفتم خب این چیه؟ با این میخوای فراموش کنی؟ گفت آره فراموش میکنم. گفتم مشکلت چیه؟ گفت با پدرم مشکل دارم، با مادرم مشکل دارم، با خانوادم مشکل دارم، با بچه‌ام مشکل دارم، با همسرم مشکل دارم. گفتم خب اینو مصرفش کنی مشکلت حل میشه؟ گفت مصرف کنم فراموش میکنم. گفتم وقتی فراموشی تموم شد چی میشه؟ مشکلت حل میشه؟ یا یه چیز دیگه؟ یه مشکل دیگه به مابقی مشکلاتت اضافه میشه. رفت تو فکر. شبتون بخیر. من ترسیدم گفتم الان میباشیم. ترسیدی؟ یار من رنگ داده تو رفت دیگه. یار من رنگ من میخواستم پشت روز اول. خب فایده این دوره هم جمع شدن و بازی کردن چیه؟ گفتم این بازی ها تمرین زندگی هم. گفت من که میگم وقت تلف کردن. گفتم اگه باعث بشه بیرون از اینجا یاد بگیریم همینقدر هوشیار باشیم چی؟ گفت هوشیار باشیم که چی؟ آخه اون بیرون مافیا داریم که لازم باشه تشخیصش بدیم. گفتم اونی که به اسم دوستی دست جوونا و نوجوونا مخدره رنگ و رنگ میده اگه مافیا نیست چیه؟ رفت و فکر و گفت اینجوری نگاش کنی خب کاراگام تو زندگی واقعی هست، دکترم هست. گفتم تو زندگی واقعی برد هست، باختم هست. همین الان اون بیرون مافیا داره سعی میکنه به 1000 تا جمع نفوذ کنه. چه میدونیم؟ شاید اونجا شهروندا دستشون رو کنن. شاید هم بازی رو به مافیا باخته باشن. گفت خدا کنه همیشه شهروندا ببرن. یعنی میشه؟ گفتم راهش همینه. بازی، تمرین، تشخیص. توی روز اول تقریبا میشه گفت همه مافیاها شو شدن، یعنی مشخص شدن یه جورایی. روز دوم دوباره من بازی رو یه جوری چرخوندم کسی رأی نیاره ما شب بتونیم کارامون رو انجام بدیم. من کارگاه بودم، اسلام یه نفر رو داشتم، یه شهروند رو آوردم بالا که یکی از یارام اشتباه کرد رأی نداد که بره بیرون. یه نفر از روی استرس حدس زدم و یه نفر از روی حرفاش که خواست بازی آموزش بده. ولی خب از روز سوم فکر می‌کنم تازه شهروندتون اصلا هم دیگر بهتر بشناسن. بازی دکتر خیلی سخته چون یه دونه نجات بیشتر نداری تو این بازی. که البته ما یه زرنگی هم کردیم روز دوم کارگاهو زدیم. ولی هدفایی که داشتم حس می‌کنم تونست به بازی کمک کنه. مهم این بود که اشتباه‌های زندگی تو به زنگاهای زندگی رو انجام ندیم. که یار من این کارو انجام داد. روز اول اگه رأی می‌داد یه شهروند می‌رفت بیرون، این اشتباه زندگی تو این بازیش بود. تو این بازی یاد میده که تو تصمیم درست رو تو جای درست بگیر، به موقع بگیر.